من که پسندیدمت از اون دورم دیدم دینی دیکشتری دینین دین. سلام علیکم به طرفدارای جذاب مهدی احمدوند. یه چیزی برام سوال شد، داشتم این آهنگ رو میخوندم، واقعا بدون هیچ واقعا قصد ویدیو گرفتن نداشتم، اما هم سوال شد. میگه که من که پسندیدمت از اون دورام دیدمت، آشنا نیست براتون. من پسندیدمت از دور و دلم رفت از اون. یعنی اینم کپی کردی؟ دمت گرم. یعنی نه ملودی از خودته، نه ترانش رو خودت زحمت تنظیمش هم که به یکی دیگه دادی، کلن ایول. ولی بگذاریم، همین که افتاده سر زبون من، یعنی آهنگه یکم موفق بوده و بزنم به تخته. نگین این چشم شور، این هیتر، این نه. من صرفا کارم انتقاده و انتقاد با سند و مدرک هم میکنم همیشه و هیچ دشمنی هم با کسی ندارم، خدا شاهده. کسی که باید بفهمه میفهمه و کسی که نخواد بفهمه و تعصبش زده باشه بالا، من هر چقدرم توضیح بدم، من و امثال من صد بارم توضیح بدیم نمیفهمه. ولی من حالا صرفا جهت آگاهی اون یه عده‌ای که میفهمن یه سری چیزا رو میخوام بگم، خیلی جالبه برام. مهدی احمدوند توی اینستاگرامش 2,600,000 تا فالوور داره، حالا دقیقش رو نمیدونم، اما عددی که اینجا میزنه 2.6ه، 2.6. و سابقه کاریش هم که خیلی زیاده، فکر میکنم زیاده دیگه، از کی داره کنسرت میزنه نمیدونم. اکثر پست های اینستاگرامش هم داریم میبینیم دیگه، همش پوستر کنسرت هاشه. آخرین کنسرت تهرانش کی بوده؟ 5 فروردین که نه، 5 فروردین کنسرت داره که میخواییم برسیم بهش. آخریش میرسه به کی؟ 2 اسفند ماه کنسرت داشته توی تهران آخرین کنسرتش، که دیگه تمدید نشده از 2 اسفند ماه تا الان، و میره 5 فروردین. قبلیش چند بوده؟ یعنی 5 فروردین، 2 اسفند، همینجوری میانگین بیایم عقب میشه 5 بهمن ماه. یعنی ماهی یه دونه کنسرت توی تهران میذاریم، ماهی یه دونه کنسرت، 2 سانس. اوکی، بالاخره محبوبیت همینه دیگه. تلیس چی؟2,700,000 تا فالوور داره، یعنی 100,000 تا بیشتر از اون داره. تعداد پستاش چقدره؟ 931 پست. احمدوند چند تا پست داره؟ دیدم الان 129 تا، که خیلی هاشو پاک کرده، در جریان هستی. خب سوالی که پیش میاد، خب آخرین آهنگ تدیسی بی پناهی بود دیگه، یه آهنگ غیر ریتمیک و دهشستی که در موردش ویدیو ساختم، میتونین برین ببینین. در مورد آهنگ آخر مهدی احمدوند هم ویدیو ساختم که میتونین برین ببینین. جفتشون هم پلی نکردم، یعنی فکر نکنین مثلا تدیسچی هوای منو داره یا فلان، اینا نه، هیچ کدومش نیست. جفتش پلی نکردم چون که اصلا کپی رایت میخوردم. ولی برای من چیزی که جالبه اینه که بیایم هیچی نگیم دیگه بابا، بذار من همین جوری دارم فوش میخورم توی اینستاگرام از طرفدار مهدی احمدوند دیگه، بیشترش نکنم. به هر حال آتیشپاره توی اینستاگرام مهدی احمدوند 2,500,000 بار دیده شده و 217,000 تا هم لایک داره. یعنی اینکه هزینه کنی هم برای تیزر هم برای تنظیم کننده، این چیزا رو هم داره دیگه، به هر حال خوبه. حالا بی پناهی چی؟ بی پناهی کوشش، اگر پیداش کنم پستشو خوشحال میشم. خب بی پناهی 191,000 تا لایک خورده، یعنی 20,000 تا از اون کمتر تقریبا. و چی دیدی؟ هلوشه، اگر بازشه ممنون میشم. باز نمیشه، عمو باز شو. و 1,000,000 هم ویو خورده توی اینستاگرام.
حالا زمان انتشارشون 4 روز با هم دیگه فرق داره، یکیشون 12 اسفند منتشر شده، یکیشون 16 اسفند. 12 اسفند بی پناهی منتشر شده، 16 اسفند و چیزه آتیشپاره مهدی احمدوند. بیا بریم توی ملوبات. ملوبات میخوام ببینم که صفحه اصلی رو میزنیم، پر دانلود ترین ها، پر دانلود ترین های روز میشه. خب نداریم. تا رتبه دهم خبری از جفتشون نیست، نه تدیسی نه احمدوند. میایم پایین تر. رتبه 19 میشه علیرضا تدیسی، دانلود های روز که 44,000 بار فقط امروز دانلود شده. میایم پایین تر. مهدی احمدوند همچنان نیست. واقعا؟ جدی؟ آتیشپاره رتبه 36. یعنی تدیسی یکی از آهنگاش بهم برس، بهم برس عشق، اون واسه چند ماه پیشه، واسه 5-6 ماه پیشه، اون از آتیشپاره بیشتر دانلود شده. بگذاریم بیم عقبتر، پر دانلود ترین های هفته رو در نظر بگیریم ببینیم که خب رتبه 8 میشه بی پناهی تدیسی، با اینکه آهنگ شاد نیست. آهنگ شاد تدیسی پاقدم بود که به نظرم فکر میکنم پردانلودترین آهنگ سال باشه، ولی آهنگ غمگینش هم رتبه 8 352,000 بار توی هفته دانلود شده و مهدی احمدوند رتبه 10 327,000 بار توی هفته دانلود شده. دوباره میگم عقبتر، پردانلودترین های ماهو میزنیم. ماهو که بیایم یکم رقابت سخت‌تر میشه، ولی باز پنجمین رتبه میرسه به علیرضا تدیسی با 1,600,000 دانلود. بیایم پایین‌تر ببینیم به احمدوند چیزی میرسه یا نه. نیست اصلا تا رتبه 30 ازش خبری نیست و همچنان رتبه 40 هم رد کردیم ازش خبری نیست. رتبه 40، رتبه 50، نه مهدی احمدوند توی پردانلودترین های ماه قرار نگرفته. بعد برگردیم به بحث شیرین فالوئر. مهدی احمدوند 1,600,000 تا بود، تدیسی 1,700,000 تا. فکر میکنم سابقه احمدوند توی موسیقی مجاز بیشتر باشه، حالا بازم دقیقش رو نمیدونم، اما همونجوری که دیدیم احمدوند 5 فروردین کنسرت داره، ماه یه دونه کنسرت داره. علیرضا تدیسی 3 فروردین کنسرت داره، 2 روز اختلاف چیزی نیست دیگه. اوکی، خب تدیسی داریم میبینیم که تعداد کنسرتاش چقدر زیاده، یعنی توی تهران فکر میکنم توی اسفند ما، حالا نمیزنه رزومه نمیزنه اینجا متاسفانه سایت ملوتیک، ولی فکر میکنم توی هر ماه بیشتر از 3-4 کنسرت داره، 3-4 دو سانسه که میشه 6-8 بگذاریم و همه رو هم سریع پر میکنه دیگه. جفتشون هم توی نمایشگاه بین المللی تهران هن، یعنی سالان میلادن. بریم ببینیم تدیسی سانس اول 3 فروردینش چقدر فروش رفته. خب این داریم میبینیم صحنه بلیت فروشی کنسرت علیرضا تدیسی جمعه 3 فروردین 1403، بعد از اینکه یه آهنگ خیلی ملو منتشر کرد، آهنگ 6 و 8 هم نیست، همیشه آهنگ 6 و 8 مارکتی تره دیگه و بیشتر میگیره، تقریبا میبینیم که بالای 90% سالان پر شده. سانس دومش هم چک کنیم، سانس دومش هم اینه، سانس دومش مثلا 85% این طورا پر شده. بریم سراغ مهدی احمدوند، 5 فروردین همون سالان، کوچیکتر نمیشه داداش؟ آها خب داریم میبینیم دیگه، این سانس چندومشه؟ سانس اولش نگاه کنیم، بذار سانس اولش اینه که تقریبا 40% سالن پر شده، اختلافش 2 روزه دیگه، 40% سالن پر شده
ولی تدریسی سانس اولش بالای 90% پر شده بود. سانس دومش هم نگاه کنیم دیگه کمتر شد، 30%ش تقریبا پر شده و حالا تا ای که پر میشه دیگه. فکر میکنم 2 هفته هنوز زمان دارن، 2 هفته نه ولی 10 روز زمان دارن، توی این 10 روز به نظرم پر میشه. ولی اینکه چرا مثلا اگر مهدی احمدوند واقعا 2,600,000 تا فالوور داره، چرا کمتر از تدیسچی میفروشه؟ یعنی 100,000 نفر، یعنی 100,000 تا فالوور اینقدر تأثیر داره یا نه مثلا اون 2,600,000 یه مقداریش فیکه؟ یا اگر فیک نیست صرفا دنبال کردن، یعنی هواداری نیستن که بیان بلیط تهیه کنن، حاضر باشن مثلا برای شنیدن آهنگای احمدوند هزینه پرداخت کنن؟ شما چی فکر میکنید؟ این مقایسه برای من جالب بود. حالا اینکه کپی کردنش هم بذاریم کنار، اصلا نمیخوام بهش بپردازم چون اگر بپردازم فوشای بیشتری به میرسه، ولی فوشا مهم نیست، چیزیه که واقعیته. این هم که دیگه سند و مدرکه، چیکار کنیم حالا؟ یعنی توی پر دانلود ترین های ماه که نبود، توی پر دانلود ترین های هفته هم که خیلی کمتر از تدیسچی بود. دارم میگم باز تدیسچی، اصلا این که من مقایسه شون دارم میکنم صرفا به خاطر همون شباهت آهنگاست. یعنی خیلی برام جالب بود که گفتم چرا اینجوری کرده، چرا اینجوری شده، این شباهته بذار ببینیم تو جاهای دیگه هم شباهت دارن یا نه، که دیدم نه، اختلافشون طبقاتیه و اصلا به همدیگه نزدیک نیستن توی آمار و ارقام. امیدوار باشیم به تغییر مثبت هنرمندامون که کارهای اورجینال بسازن، حتی اگر کپی هم میکنن کپی تمیزی در بیارن که هر کسی مثل من نتونه بیاد ازش یاد بگیره. خیلی چکرین، مراقب خودتون باشین، کمتر حرص بخوریم و کمتر تعصب داشته باشین. خیلی چکرین، عید خوبی هم داشته باشین، بریم کنسرت احمدوند بلیتاش پر کنیم، سالانش خالی، حرفی دیگه نمونه. قربان شما، تا یه ویدیو دیگه، چکرین.